بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل البيت. عرض سلام مجدد به محضر خواهران و برادران عزیز. پرسش های خواهران و برادران عزیز تقریبا به 3 یا 4 دسته کلی تقسیم شد، یعنی بخشی از سوالات در واقع وقتی متمرکز بشه به 3 یا 4 محور مربوط میشد، و چون سوالات زیاد بود و به همش نمیشه رسید، من چکیده از اون پرسش ها رو در این 3 یا 4 دسته تقسیم بندی کردم و سعی میکنم که به هر کدوم از این دسته ها دقایقی رو اختصاص بدم که پاسخ اونها گفته شده باشد، که فکر میکنم پاسخ اکثر پرسش های دوستان بود. یه مقدار سوالات متفرقه میمونه که اونها رو میذاریم برای آخر جلسه، و همینطور اگر سوال شفاهی یا گفتگویی قرار صورت بگیره. متأ چون بنا به برنامه‌ریزی قبلی و وعده‌ای که داده بودیم قرار بوده یک جلسه راجع به بحث قرائت‌های مختلف از دین و تساهل بحث بشه، من بنا داشتم که بخش اصلی عرایض این نوبت رو به او اختصاص بدم، ولی خوشبختانه دیدم که بین پرسش‌های دوستان هم در این باب سوالاتی وجود داره، و بنابراین دقایق نخست این نوبت رو اختصاص میدم به این بحث که میتونه پاسخ این دسته از پرسش های دوستان هم تلقی بشه. بحث آسانگیری تساهل و آسانگیری در درک دین و نسبت دادن آموزه هایی به دین در هر 3 حوزه: 1 عقاید، 2 اخلاق و 3 احکام. چون انسان یک موجود سه‌ضلعی است، یعنی انسان ترکیب شده است از یک سری عقاید و یه اخلاقیاتی و یه رفتاری، انسان ترکیب شده از اینا: عقیده، خلق و عمل. دین هم آموزه‌هاش 3 دسته است. بنابراین یک دستش معارف، اصول عقاید، فروع عقاید که به شما جانبینی انسان شناسی میده، همین توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد، اصول این دسته از عقاید است. و بخش دوم اخلاقیات است، اخلاقیات دین که تعریف میکنه فضیلت و رذیلت رو، و به ما میآموزه که چطور فردی یا در ساحت جمعی به سمت فضائل حرکت کنیم و از رذیلت ها فاصله بگیریم. و همینطور احکام عملی یا فقه یا شریعت به معنی خاصش، که نشان میده چگونه باید رفتار کرد، چه نسبت حقوقی و وظیفه نسبت به دیگران داره. کسانی گفتند که ما در هر 3 حوزه میتونیم و باید قائل به آسانگیری و سهل‌انگاری، یعنی تساهل به معنی غلطش نه به معنی درست باشه، یعنی میدان رو باز بگذاریم و اجازه بدیم که هر کسی هر نسبتی که میخواد به دین در هر یک از این 3 حوزه بده. اسمشو بذاریم قرائت جدید، بدون اینکه قاعده ای برای قرائت جدید، روشی و متدولوژی برای او از قبل درست تنظیم بشود و ملاکی برای داوری کردن در کار باشد در مورد صحت و سوق و میزان دقت نسبت‌هایی که به آموزه‌های دینی می‌دهد. این پیشنهاد اگر پیشنهاد درستی باشد، که به دلایل عقلی گذشته از شرعی، به دلایل عقلی هم پیشنهاد درستی نیست، ولی اگر پیشنهاد درستی می‌بود مخصوص به دین و آموزه‌های دینی نمی‌موند، راجع به هر مکتبی و هر متنی قابل تسری است. من اینجا فرصت نیست که وارد بحث‌های ریشه تاریخی و کلامی این مباحث در غرب و اروپا بشم، که اصلا چرا این مباحث در اروپا به وجود آمد، چه مشکلی با متون دینی و با انجیل، با عهدین داشتن به طور خاص، خرافاتی که اونجا بود، خلاف عقل، خلاف علم، مسائلی که اونجا بود، و چه نیازی افتاد که بحث زبان دین در اونجا مطرح شد، بحث انتظار از دین در اروپای مسیحی مطرح شد، بحث تفکیک دین از عقل، تفکیک الهیات از برهان و استدلال، تفکیک دین از علم، اینکه زبان دین زبان واقع نما نیست، زبانش زبان اساطیری است، زبانش زبان حکایی نیست، و این بحثا چرا در اروپا و در غرب
به وجود آمد در رابطه با متون دینی مسیحی و بعد انواع و اقسام انشعابات کلامی که بین متعلقین مسیحی در کلیسای مسیحی اتفاق افتاد، تا الان که صدها و صدها فرقه مسیحی وجود داره، حتی تو خود پروتستان هاست باز که انشعاب کردن صدها و صدها فرقه پروتستان. چرا اینا به وجود آمدن؟ تأثیر جهان اسلام در این فرقه فرقه شدن های مسیحی اروپا و متلاشی شدن اتوریته کلیسا در اروپا چی بود و مسائل دیگری. متوارد این مسائل واقعا فرصت نیست بشن و من نخواهم شد، اما اون نقطه‌ای که میخوام بهش بپردازم اینجا در حد اقل وقت این است که بحث حالا تساهل عملی